سرخط خبرها. ژنو میزبان کنفرانسی برای حل مشکلات افغانستان. غنی میگوید رسیدن به صلح نهایی به 5 سال زمان نیاز دارد. در دومین و آخرین روز کنفرانس ژنو، دولت افغانستان جزئیات طرح صلح و آشتی با طالبان را اعلام کرد. طرحی که با استقبال گسترده جامعه جهانی روبرو شد. امضاهای استیضاح لاریجانی به حد نصاب رسید. رئیس مجلس باید درباره لوایح پولشویی و پالرمو پاسخگو باشد. به دنبال بالا گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین، ترامپ گفته شاید دیدارش را با پوتین لغو کند. سران دو کشور قرار بود در جریان نشست گروه 20 در آرژانتین دیدار کنند. و نگرانی مقام‌های بریتانیا از افزایش چشمگیر تعداد پناهجویان در هفته‌های اخیر. گفته می‌شود بیشترشان ایرانی هستند. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری چهارشنبه 7 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری افغانستان از تشکیل یک تیم 12 نفره برای مذاکره با طالبان خبر داده. همزمان سازمان ملل بار دیگر از دولت افغانستان خواسته که مستقیما با طالبان گفتگو کند. در کنفرانس بین‌المللی برای افغانستان که در ژنو در حال برگزاری است، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته مصالحه با طالبان دست کم 5 سال طول می‌کشد. داوود قاری‌زاده گزارش می‌دهد. بیش از 60 کشور و 30 سازمان جهانی دور هم جمع شدند تا بار دیگر از ادامه حمایتشان از افغانستان به مقام‌های این کشور اطمینان بدهند. برای دولت افغانستان این مهمترین همایش بین‌المللی است، همایشی که نه تنها بر ادامه حمایت از توسعه اقتصادی افغانستان متعهد است، بلکه از طرح صلح دولت با طالبان هم حمایتش را اعلام کرد. طرحی که جزئیات آن در این نشست سوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام شد. خوشحالم که بعد از ماها مشورت با مردم کشورمان به یک نقشه راه برای مذاکرات صلح رسیدیم. ما نهادها و مکانیسم لازم را برای دستیابی به توافق صلح ایجاد کردیم و کم کم وارد مرحله بعدی روند صلح می‌شویم. ما دنبال توافقی هستیم که بر اساس آن طالبان بخشی از جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد و طالبان باید به حقوق همه شهروندان از جمله زنان که در قانون اساسی آمده احترام بگذارند. قانون اساسی افغانستان را بپذیرند یا پیشنهادشان را برای تغییر قانون اساسی ارائه کنند. به نهادهای امنیتی و دفاعی احترام بگذارند و با هیچ گروه و یا سازمان تروریستی ارتباط برقرار نکنند. دولت افغانستان یک تیم 12 نفری مذاکره کننده با طالبان را هم تشکیل داده که رهبری آن را سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری به عهده دارد. چند زن هم عضو این تیم مذاکره کننده هستند. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که رهبری روند صلح به عهده خود افغان ها باید باشد. گروه طالبان که مناطق وسیع را در کنترل دارد، در ماه‌های اخیر چند بار با نمایندگان دولت آمریکا دیدار کرده. این گروه اما دولت افغانستان را دست نشانده آمریکا می‌خواند و هنوز هیچ تمایل برای مذاکره با آن نشان نداده. چیزی که شاید بتواند نظر طالبان را عوض کند، حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی از مذاکرات به رهبری دولت افغانستان است. ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت همه جانبه ایمان را از روند صلح کابل اعلام کنیم. معتقدیم که زمان برای شروع مذاکرات جدی فرا رسیده و زمانی که گفتگوها شروع شود، طرف ها می توانند روی حمایت همه جانبه و هماهنگ شده بین المللی حساب کنند. افغانستان تا رسیدن به صلح راه درازی در پیش دارد. کابل و شرکای بین المللیش معتقد هستند که توسعه اقتصادی افغانستان وابسته به برقراری صلح و پایان خشونت هاست. جامعه جهانی هم در نشست ژنو بار دیگر تعهد کرد که افغانستان را در جریان مذاکرات صلح و حتی بعد از آن هم تنها نخواهد گذاشت. داوود قاری‌زاده، بی بی سی، ژنو. داوود قاری‌زاده کماکان در ژنو. داوود، آیا دولت افغانستان به اون چیزی که دنبالش بود رسیده؟
دولت افغانستان بله دنبال هدف بود که باید بتونه حمایت جامعه جهانی را از طرح صلح و آشتیش با طالبان جلب کنه که توانست جلب کنه. البته کنفرانس ژنو از لحاظ زمانی در یک وقت خیلی حساس برگزار شده بود. تلاش های صلح هم از طرف آمریکایی ها و هم از طرف بعضی کشورهای منطقه مثل روسیه جریان داشت و از یک طرف دولت افغانستان هم تلاش داشت که همه این روندها باید از طریق دولت افغانستان انجام شود نه از طریق کشورهای دیگه مثل آمریکا و یا روسیه که حتی بارها مخالفتش حتی با تلاشایی که بعضی کشورهای دیگه از طرف خودشان مثلا راه‌اندازی کرده بودند ابراز کرده بودند. ولی تلاش دولت افغانستان در واقع این بود که بیاید در جامعه در این کنفرانس که نمایندگان بیش از 60 کشور و 30 سازمان جهانی که همیشان به شکل کمک میکنن به افغانستان یا کمک کردن در طول 17 سال گذشته حمایت از این کشورها را و کشورهای کلیدی منطقه مثل ایران، پاکستان، روسیه و چین را هم از تلاشی که قرار است خودش را اندازی کنه جلب کنه که بدون شک میشه گفت که وقت طرح صلح جزئیات آقای غنی در این نشست مطرح کرد همه یک صدا از این طرح حمایت کردن و استقبال کردن و گفتند که با افغانستان خواهند بود در پیشبرد این روند صلح. موضع بازیگران منطقه‌ای چه بوده به طرح صلح؟ جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اینجا شرکت داشت و همینطور سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه که هر دو به نحو از این طرح حمایتشون اعلام کردن. ولی در این زمان سرگئی لاروف مثلا گفت که اخیراً نشستی که در مسکو با حضور نمایندگان طالبان و همینطور نمایندگان از شورای عالی صلح در اینجا برگزار شده بود گفت که این تلاش ها نشان داد که همه مردم افغانستان و طرف ها صلح میخواهند و قرار است که این تلاش هایشان روسیه همچنان کماکان ادامه بدهد. و همینطور جواد ظریف با اشاره به نقش و حضور آمریکا در افغانستان گفت که حضورشان هیچ وقت به نفع آرامش و صلح در منطقه اینا نبوده. و به طور تلویحی آقای ظریف همچنین به نقش داعش و تهدید داعش در واقع در افغانستان اشاره کرد و گفت که داعش مثلا تهدید بوده در کشورهای سوریه و اینجا و به نحو گفت که این ساخت و بافتی بعض از کشورهاست که این سیاست به هیچ وجه کار نداده و جواب نداده و به همین گونه در افغانستان هم این جواب نخواهد داد. بنابراین آقای ظریف ولی در عین حال گفت که از روندی که به رهبری خود دولت افغانستان باشه برای برقراری صلح اینا و برای پیشبرد روند صلح کاملا حمایت میکنه. چقدر میشه امیدوار بود که این تلاش های جدید برای رسیدن به صلح در افغانستان موفقیت آمیز باشه؟ هنوز زود است که بگیم که آیا میتونه این تلاش ها موفق باشه یا نه، ولی چیزی که مسلم است ایست که یک حمایت خیلی وسیع و گسترده جامعه جهانی از روند صلح به اصطلاح اعلام شده، ابراز شده و دولت افغانستان که تلاش داره خودش مذاکرات را پیش ببره. حالا سوال اصلی که همه در واقع دارن میپرسن این هست که طالبان آیا حاضر هستند بیان با دولت افغانستان وارد مذاکره شوند یا نه، چون طالبان دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند و میگن که دولت وحدت ملی افغانستان در واقع ساخته آمریکا هست و این دولت دست نشانده آمریکا هست و بنابراین طالبان بارها تاکید کردند و گفتند که اینا فقط با آمریکا مستقیما میخوان وارد مذاکره شوند و آن هم در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان با آمریکا یا صحبت خواهند کرد و همینطور و بیرون شدن نام اسامی رهبران طالبان از لیست سیاه. و در بود داخلی طالبان هم وارد تاکید کردن گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن با دولت افغانستان مستقیما وارد مذاکره شوند بلکه با احزاب سیاسی که از نفوذ خیلی زیاد در داخل افغانستان برخوردار هستند با اینا میرن در مورد نظام آینده ممکن است صحبت کنند. ولی حمایت کلی که همه جانبه که امروز صورت گرفته ممکن است که بر موضع طالبان شاید اثر بگذاره و شاید هم طالبان به نحو بعد از اینکه حمایت های در واقع از ادامه روند گفتگوها را دریافت کردن شاید هم نظرشون عوض شود و ممکن است که در واقع پاسخشون چیز متفاوت تر باشه. حالا متشکرم داوود قایل‌زاده خبرنگار ما در ژنو.
در برنامه امروز هشتگ شما هم به کنفرانس ژنو می‌پردازیم. شما به عنوان یک افغان چقدر از نحوه هزینه کردن کمک‌های بین‌المللی توسط دولت افغانستان راضی هستید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان. مقام‌های محلی ولایت هلمند در جنوب افغانستان می‌گویند در یک حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر 15 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی والی هلمند گفته که نیروهای ویژه هم در این حمله نقش داشتند، اما او مطمئن نیست که حمله کار نیروهای ائتلاف بوده یا نیروهای دولتی افغانستان. او گفته چند عضو طالبان هم کشته شدند. روین رهنوش همکار ما از کابل به ما پیوسته. روین، چه اطلاعات بیشتری راجع به این حمله در دسته؟ بله رانا، ولایت هلمند یکی از ولایت‌های در جنوب افغانستان هست که به دلیل موجودیت مخالفان مسلح دولت و فعالیت گسترده طالبان در این ولایت هر از گاه عملیات‌های از طرف نیروهای امنیتی افغان هم عملیات‌های هوایی و زمینی انجام میشه و همچنان عملیات‌های هوایی از طرف نیروهای خارجی هم گاهی در این ولایت انجام میشه. در عملیاتی که شب گذشته در این ولایت انجام شده، البته آمارها هنوز مشخص نیست که واقعاً چند نفر در این عملیات جان باختن، چون مقام‌های البته مسئولان محلی هلمند مشخصاً چیزی نگفتند، ولی منابع به بی بی سی گفتند که دست کم 18 نفر در این عملیات کشته شدند و همچنان البته باشندگان محل گفتند که در این عملیات 23 نفر کشته شدند، ولی والی هلمند خودش گفت که در این عملیات البته عملیات تایید کرد، اما گفت که در اینجا در جایی که عملیات صورت گرفته یک ذخیره‌گاه اسلحه هم بوده که او ممکن که این تلفات از انفجار ناشی از انفجار ذخیره‌گاه اسلحه در او محل باشه. ولی والی هلمند گفت که بررسی ها هنوز هم در ساحه جریان داره و بعد از مشخص شدن آمار و ارقام درست اعلام میکنن. متشکرم روین رهنوش همکار ما از کابل. چند خبر کوتاه. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان از نمایندگان مجلس خواسته تا محمد جواد ظریف وزیر خارجه را استیضاح نکنند. آقای مکارم شیرازی گفته استیضاح وزرایی که در برابر دشمن ایستادند به صلاح نیست. آقای ظریف اخیراً از وجود پولشویی‌های بزرگ در ایران خبر داده بود. بعضی از سیاستمداران و گروه‌های سیاسی مخالف دولت از این حرف وزیر خارجه انتقاد کردند. در عراق محاکمه 5 نفر از متهمان اعتراضات دیماه پارسال تقریبا 1 سال بعد از نارامی‌ها شروع شده. آنها متهم هستند که امنیت کشور را به هم زده‌اند، علیه نظام فعالیت تبلیغاتی کرده‌اند و با رسانه‌های خارجی مصاحبه کرده‌اند. محمد نجفی وکیل متهمان گفته که 2 نفر از آنان در بازداشتند و 3 متهم با قرار وثیقه یا کفالت آزاد. سخنگوی وزارت کشور ایران گفته حکم انتصاب پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران صادر شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اطلاعات صلاحیت پیروز حناچی را تایید کرده و مستندات قانونی برای صدور حکم شهردار تکمیل شده. وزیر کشور از شهردار جدید تهران خواسته انضباط در امور مالی و استفاده از افراد شایسته را در دستور کارش قرار دهد. یک نماینده مجلس ایران گفته امضاهای لازم برای طرح استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس جمع شده. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر گفته دیشب 6 نفر از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند و طرح از حد نصاب افتاد. اما دوباره تعداد دیگری از نمایندگان آن را امضا کردند و به حد نصاب 25 امضا رسید. نمایندگان معترضند که چرا آقای لاریجانی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بدون بررسی در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ماساق مهرابی. برای بسیاری این سوال مطرحه که اساساً راهکار قانونی استیضاح رئیس مجلس چیه؟ در آیین‌نامه مجلس البته عنوان استیضاح اعلام نشده، ولی
راهکاری برای عزل اعضای هیئت رئیسه مجلس که قاعدتا رئیس مجلس شامل اون رئیس مجلس هم شامل اون میشه، پیش بینی شده که بر اساس اون یک هیئتی مرکب از کمیسیون های مختلف تشکیل میشه و اگر این هیئت به نوعی به این نتیجه برسه که این عضو هیئت رئیسه مجلس دچار تخلف شده، موضوع را به صحن علنی مجلس ارجاع میده و در نهایت اون صحن علنی مجلس هست که باید درباره اون تصمیم بگیره. البته این پروسه تقریبا پیچیده ای هست و چون قبلا هم اجرا نشده، به هر حال مشخص نیست که تا چه حد امکان اجرا داشته باشه و استیضاح کنندگان بتونن این مرحله رو تا صحن علنی مجلس پیش ببرن، چرا که به هر حال رؤسای کمیسیون های مجلس هم به تعبیری به آقای لاریجانی نزدیک هستن. مسائل پشت پرده این استیضاح چی آقای مهرابی؟ به هر حال استیضاح کنندگان هم میدونن که قاعدتا برکناری آقای لاریجانی غیر ممکن هست، اما به تعبیری مطرح کردن این استیضاح پیام های سیاسی داره، هم در ارتباط با درگیری هایی که در داخل مجلس درباره کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایرادهای این کمیسیون هست و هم درگیری ها درباره لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی. از سوی دیگه این درگیری ها و این طرح استیضاح به نوعی با رقابت های داخلی اصولگرایان درباره انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری هم مرتبط هست. از طرف دیگه به هر حال مطرح کنندگان این استیضاح میخوان فضایی را ایجاد بکنن که گروه معترضان به مجمع تشخیص مصلحت نظام که معتقدن اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف قانون و در واقع تشکیل شورای نگهبان دوم هست، دیگه اونها به نوعی فضایی پیش بیاد که اونها نتونن انتقادات خودشون رو مطرح بکنن، چرا که در مقابل استیضاح کنندگان تعداد زیادی از نمایندگان هستن که از آقای لاریجانی میخوان که ایراداتی که کمیسیون نظارت مجمع تشخیص به لوایح میگیره، به مصوبات میگیره و به شورای نگهبان ارسال میکنه در مجلس ترتیب اثر داده نشه. متشکرم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. در کنفرانس ژنو برای حل مشکلات افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید رسیدن به صلح نهایی به 5 سال زمان نیاز دارد. نمایندگان مجلس در ایران میخواهند از علی لاریجانی رئیس مجلس درباره لوایح پولشویی و پالرمو سوال کنند. در ادامه برنامه، نگرانی مقام های بریتانیا از افزایش چشمگیر تعداد پناهجویانی که گفته می شود بیشترشان ایرانی هستند. با بالا گرفتن تنش بین کیف و مسکو بر سر دستگیری 24 ملوان اوکراینی، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته کشورش در خطر جنگی تمام عیار با روسیه است. همزمان گفته شد که روسیه سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته بیشتری به شبه جزیره کریمه می‌فرستد. روسیه کریمه را 4 سال پیش ضمیمه خاک خودش کرد. در اوکراین هم از امروز در 10 منطقه حکومت نظامی برقرار شده. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که سایه شوم جنگ بر سر کیف و مسکو سنگینی می‌کند. 4 برسنی це все танки. این 17 سپتامبره، این یکی 24 سپتامبر، همه اینا تانکن، این اکتبره. میبینید که تانکای روسیه در مرز 3 برابر شده. او توپ را به زمین همسایه شرقیش میاندازد. این تانک ها هنوز اونجان. کسی فکر نکنه اینا اسباب بازی هن. اوکراین در معرض خطر یک جنگ تمام عیار با روسیه است. загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. تنش تازه بین دو کشور 3 روز پیش شروع شد. جرقه آن هم اینجا زده شد. در دل دریا و در آبهای شبه جزیره کریمه. زمانی که گارد ساحلی روسیه 3 قایق نیروهای دریایی اوکراین را توقیف کرد. روسیه کریمه را 4 سال پیش به خاک خود اضافه کرده. 24 ملوان اسیر شده اند.
تنش حالا از مرز دو کشور فراتر رفته. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست از احتمال لغو دیدارش با رئیس جمهوری روسیه گفته. دو رهبر قرار است در حاشیه نشست گروه 20 که چند روز دیگر در آرژانتین برگزار می شود دیدار کنند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان همکاری‌های بیشتری شده. یکی از چیزهایی که دوست داریم ببینیم اینه که متحدان اروپایی ما اقدام‌های بیشتری برای حمایت از اوکراین انجام بدن. آمریکا خیلی قوی از اوکراین حمایت کرده. ما علاقه‌مندیم ببینیم کشورهای دیگه هم اقدام‌های مشابهی انجام بدن. هزاران کیلومتر دورتر از جایی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نگرانیش را با خبرنگاران در میان می‌گذارد، مردم نگران پیامدهای تنش رو به افزایشند. در شهر ماریپول اوکراین زندگی به ظاهر جریانی عادی دارد. احتمالاً کاغذبازی‌ها تو این وضعیت بیشتر میشه. کارآفرین‌ها با مشکلات بیشتری تو مرز مواجه میشن. به نظرم شرایط در ایستگاه‌های بازرسی پیچیده‌تر میشه. به نظرم در هفته‌های پیش رو اتفاقای جالبی میفته. مثلا احتمالاً به یه سری قوانین رأی میدیم که بعداً نمیتونیم لغوشون کنیم. راستش این بدترین بخش ماجراست. شاید اشاره‌ای به برقراری حکومت نظامی. مقررات حکومت نظامی دیروز در پارلمان اوکراین تصویب شد و از امروز در 10 منطقه به مدت 1 ماه برقرار می شود. پترو پروشنکو وعده داده با برقراری حکومت نظامی آزادی های سیاسی را محدود نکند. نگرانی از سوء استفاده از این بلبشوی سیاسی اما از همکنون در اوکراین احساس می شود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دو سال بعد از رد صلاحیت مینو خالقی نامزد منتخب مجلس، سخنگوی شورای نگهبان گفته علت رد صلاحیت خانم خالقی دست دادن با مردان بوده. عباس علی کدخدایی گفته با اینکه خانم خالقی در انتخابات پیروز شده بود، به دلیل تصویری که از دست دادنش با مردان وجود داشت صلاحیتش رد شد. خانم خالقی گفته عکس‌ها جعلی هستند و از کسانی که آنها را منتشر کردند شکایت می‌کند. علیرضا رضایی طنزپرداز ایرانی در 44 سالگی در لیل فرانسه درگذشت. آقای رضایی از جمله به دلیل همکاری در برنامه پارازیت صدای آمریکا معروف بود. او پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات 88 ایران را ترک کرد. آقای رضایی زمانی که در ایران بود در بابل و تهران نمایش‌های طنز اجرا می‌کرد. در خارج از ایران او با شماری از رسانه‌های فارسی زبان همکاری می‌کرد و ویدیوهای طنزی به نام شفاف سازی در یوتیوب منتشر می‌کرد. علت مرگ آقای رضایی ایست قلبی اعلام شده. حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات ایران گفته هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر این ماه مهلت دارند تا از تلگرام جدا شوند. او گفته این دو پیامرسان فعلا مجاز هستند. به گفته او اگر مرکز ملی فضای مجازی مهلت فعالیت آنها را تا پس از پایان آذر تمدید نکند غیر قانونی شناخته می شوند. مهسا علی مردانی پژوهشگر اینترنت، عضو سازمان آرتیکل 19 و همچنین دانشجوی دکترای مؤسسه اینترنت دانشگاه آکسفورد از شوردیچ در شرق لندن با ماست. خانم علی مردانی، اساساً چه تفاوت‌هایی داره هاتگرام و تلگرام طلایی با تلگرام معمولی؟ مرسی که من آوردین رو برنامه‌تون. اولاً بس ببینیم که تلگرام طلایی و هاتگرام از کد اوپن تلگرام یا API اوپن تلگرام استفاده میکنه که متصل بشه به برنامه‌های تلگرام. میشن در از کلاینت تلگرام و میتونه وصل بشن به کانال‌های عمومی و از تکنولوژی استفاده میکنن که مثل فیلتر شکن عمل میکنه برای دسترسی به برنامه تلگرام که در ایران فیلتر شده. از اوایل اردیبهشت که تلگرام فیلتر شده، این دو تلگرام کلاینت خیلی محبوب شدن. این هم هست چون مردم زیاد اعتماد به پیام رسان‌های ملی نداشتن، دنبال روشی بودن برای دسترسی به تلگرام مثل وصل شدن به فیلتر شکن‌های مختلف، ولی این روش یکی از محبوب ترین ها بود. ولی استفاده از این کلاینت های تلگرام معلوم شد که خطر وجود داره برای امنیت کاربران، چون پژوهشگران امنیت تونستن نشون بدن که حریم خصوصی وجود نداره برای داده ها و پیام های خصوصی کاربران رو تلگرام طلایی و هاتگرام. نمونه های سانسور در کانال های مختلف دیده شده، مثلا برای خیلی کاربران کانال تلگرام رادیو فردا رو این شبکه حذف شده.
از لحاظ فنی چقدر امکانش هست که تلگرام طلایی و هاتگرام جدا بشن از تلگرام معمولی؟ یعنی از این که معلوم شده، اول با سیاست اینو ببینیم، معلوم شده که دولت روحانی حامیه غیر رسمی این شبکه هست. مثلا در کمیسیون امنیت ملی مجلس چند بار صحبت شده که هاتگرام و تلگرام طلایی از پروژه های وزارت اطلاعات هست. از طرف اصولگرایان بر روی دولت روحانی فشار بوده که چرا از اجازه دسترسی حتی غیر مستقیم به تلگرام بوده، و از طرفی دیگر فشار از سوی فعالان دیجیتال در مورد خطرهای حریم خصوصی بود. حالا این بیانیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نوعی سیاستمدارانه هست که پاسخگوی فشارهای اصولگرایان باشد. لغو کردن تلگرام از تلگرام طلایی و هاتگرام کاربران زیادی را از دست خواهد داد، چون که مردم برای دسترسی به تلگرام استفاده می کنند. در صورت این اتفاق سرنوشت این دو هم مثل پیامرسان سروش خواهد بود، که حتی خود دولت هم به شکست آن اعتراف کرده. و برای اطلاعات بیشتر به سایت آرتیکل 19 بروید و به مقاله ما در مورد پیامرسان های ملی که تلگرام طلایی و هاتگرام جزشون هست هم رجوع کنید. متشکرم. مهسا علی مردانی، پژوهشگر اینترنت از شرق لندن با ما. مرسی، ممنون. متاسفانه فرصت نداریم گزارشی که درباره پناهجویان ایرانی تهیه کردیم رو تو این بخش خبری بهتون نشون بدیم. حتما در بخش‌های بعدی اون رو برای شما پخش خواهیم کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.